شما را از بسته اخبار بین‌الملل ایسنا خبرهایی از تلاش نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا بالاترین سطح هشدار امنیتی در فرانسه پس از قتل در شهر نیس، آخرین اخبار زلزله ترکیه و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 10 مهر شمار کلی مبتلایان کووید 19 در جهان از مرز 46 میلیون نفر فراتر رفت و تعداد بهبود یافتگان به 33 میلیون و 300 هزار نفر رسید. تا کنون حدود 1 میلیون و 200 هزار نفر جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. روز جمعه تعداد مبتلایان روزانه در جهان به بیش از 573 هزار نفر رسید که بالاترین میزان مبتلایان تازه شناسایی شده در یک روز از ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا محسوب می شود. آمریکا با ثبت بیش از 101 هزار مبتلای جدید در روز جمعه نخستین کشوری است که شمار مبتلایانش در یک روز از 100 هزار نفر عبور کرده است. اروپا نیز به یکی از کانون‌های اصلی ویروس کرونا در جهان تبدیل شده و کشورهای فرانسه، اسپانیا، بریتانیا، ایتالیا، آلمان، لهستان و بلژیک همچنان شاهد افزایش قابل توجه مبتلایان هستند. تازه‌ترین تحولات انتخاباتی در آمریکا. در فاصله 2 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات 2020 همچنان در مجموع ایالت‌های این کشور از دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا پیش است. از سوی دیگر، پیشتازی بایدن در برخی ایالت‌های سرنوشت ساز محسوس نیست. ایالت‌هایی که در نهایت می‌توانند تعیین کننده پیروز انتخابات باشند. تاکنون بیش از 85 میلیون آمریکایی رأی دادند که از این مقدار 55 میلیون رأی به صورت پستی داده شده است. بالاترین سطح هشدار امنیتی در فرانسه پس از حادثه خونین در یک کلیسا واقع در شهر نیس فرانسه، تدابیر امنیتی در سراسر این کشور افزایش پیدا کرده است. طبق اعلام پلیس، یک مهاجر تونسی 21 ساله در حمله با چاقو به یک کلیسا در روز پنجشنبه یک زن را سر برید و 2 فرد دیگر را نیز به قتل رساند. فرد مهاجم پس از اصابت گلوله از سوی پلیس به بیمارستان منتقل شده است. پس از این حادثه، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هزاران سرباز را برای محافظت از مکانهای مذهبی و مدارس فراخوانده است. هماکنون تمام مناطق این کشور در فاصله حدود 2 هفته از حادثه قتل معلمی در پاریس در بالاترین سطح هشدار امنیتی قرار دارند. همزمان با این حادثه، مسلمانان کشورهای جهان در اعتراض به انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام و حمایت مقامات فرانسوی از این اقدام دست به تظاهرات زدند. مسلمانان کشورهایی نظیر پاکستان، بنگلادش، لبنان و ایران تظاهرات کردند و ضمن درخواست تحریم محصولات فرانسوی اظهارات امانوئل مکرون را محکوم کردند. 2 هفته قبل، معلمی در پاریس به خاطر نمایش کاریکاتورهای پیامبر اسلام در کلاس درس توسط یک فرد 18 ساله چچنی سربریده شد. موافقت ارمنستان و آذربایجان برای کاهش تنش‌ها در قره‌باغ. وزرای امور خارجه ارمنستان و جمهوری آذربایجان روز جمعه پس از یک روز گفتگو در شهر ژنو سوئیس درباره گام‌های ضروری برای حل مناقشه منطقه قره‌باغ به توافق رسیدند. بر اساس این توافق که در حضور نمایندگان آمریکا، فرانسه و روسیه نهایی شد، مردم عادی به شکل عامدانه مورد هدف قرار نخواهند گرفت. اجساد جانباختگان جنگ مبادله می‌شود و فهرستی از زندانیان با هدف تبادل آنها ارائه خواهد شد. همچنین ارمنستان و آذربایجان بر سر سازوکارهای آتش‌بس در قره‌باغ به گفتگو خواهند نشست. از زمان آغاز دور جدید درگیری‌ها در قره‌باغ، صدها نفر جان باختند. تا به حال 3 آتش‌بس توافق شده در این منطقه از سوی طرفین نقض شده است. اعتراف ائتلاف آمریکا به کشتن بیش از 1400 غیر نظامی در حملات هوایی. ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به رهبری آمریکا اذعان کرده از سال 2014 تا کنون بیش از 1400 غیر نظامی در حملات این ائتلاف در سوریه و عراق به اشتباه مورد هدف قرار گرفته است. این ائتلاف همچنین اعلام کرده از زمان آغاز عملیات علیه داعش 110 هزار کیلومتر مربع از اراضی اشغال شده توسط این گروه تروریستی را آزاد کرده است.
آخرین اخبار زلزله ترکیه. روز جمعه زمین لرزه شدید سواحل دریای اژه در ترکیه و شمال جزیره ساموس یونان را لرزاند. در جریان این زمین لرزه که باعث ویرانی چندین خانه شده است، دست کم 25 نفر جان خود را از دست دادند و حدود 800 نفر مجروح شدند. مرکز این زلزله قدرتمند در نزدیکی استان ازمیر ترکیه بوده است. سازمان زمینشناسی آمریکا گفته قدرت این زمین لرزه 7 ریشتر بوده، اما ترکیه بزرگی آن را 6.6 ریشتر اعلام کرده است. تعداد قربانیان ترکیه تا بعد از ظهر شنبه 23 نفر اعلام شده و در جزیره ساموس یونان نیز 2 کودک جان خود را از دست دادند.